به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. منابع در بغلان میگویند که مولوی عبدالسلام عامر نظارت ولسوالی خوست همراه 12 تن از افراد زیر امرش به دلیل دزدی حاصلات شالی توسط مردم بازداشت و علت و کوب شده است. منابع چهارشنبه اجرای میزان به روزنامه اشت صبح گفتند که این رویداد دو روز پیش در روستای دمزراب از مربوطات ولسوالی خوست رخ داده است. مولوی عبدالسلام و افرادش با پوشیدن نقاب سعی کردند شالی های دهقانها را به سرقت ببرند، اما توسط مردم محل شناسایی و بازداشت شدند. منابع محلی افزودند که پس از این رویداد باشندگان محل و ولسوالی شکایت کردند، اما درخواست های آنان ای پاسخ مانده است. شماری از باغداران در هرات از کاهش بهای کشمش ابراز نگرانی می کنند و می گویند که به دلیل نبود بازار داخلی مناسب و چالش در صادرات انگور، بخش بزرگ از حاصلاتشان را کشمش کردند، اما اکنون بهای این محصول نیز کاهش یافته است. سردار آقا پوپل، یکی از باغداران در ولسوالی گذره هرات، می گوید که قیمت یک کیلو کشمش سبز در سال گذشته 700 افغانی بود، اما امسال به 400 افغانی رسیده است. به گفته او سال گذشته یک کیلو کشمش آبجوش از 2300 تا 1700 افغانی به فروش می رسید، در حالی که فعلا این قیمت 1300 افغانی است. او خواستار توجه به بازاریابی برای محصولات باغداران شد. وزارت داخله طالبان اعلام کرده است که یک مرد در هرات یک کودک دختر را در ابتدا مورد تجاوز قرار داده و سپس به قتل رسانده است. عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، روز پنجشنبه از بازداشت این مرد خبر داده است. قانه در عکس نوشته است که فرد بازداشت شده نخست دختر خردسال یکی از خویشاوندان خود را در ولسوالی انجیل ولایت هرات میره باید و بعد از این که بر کودک تجاوز میکند او را به طور بسیار شنی و بی‌رحمانه به قتل میرساند. سخنگوی وزارت خارجه طالبان اضافه کرده است که این فرد طی عملیات بازداشت شده و در تحقیقات ابتدایی به جرم خود اعتراف کرده است. او به زمان این تجاوز جنسی و قتل اشاره نکرده است. اما منابع محلی به تاریخ 2 ماه میزان خبر داده بودند که جسد یک دختر 7 ساله در این ولایت پیدا شده است. حمله بی‌خبره که جبهه مقاومت ملی بالای طالبان. جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این جبهه یک فرمانده طالبان را در هرات کشته است. این جبهه امروز پنجشنبه 19 میزان با نشر اعلامیه گفته است که نیروهای دو شب پیش 17 میزان در جاده هرات کرخ و در نزدیکی پازگاه گهرزک این فرمانده طالبان را کشتند. هرچند جبهه مقاومت از این فرمانده طالبان نام نگرفته، اما گفته است که عامر کشف کندک طالبان در شارای هرات بود. بر بنیاد خبرنامه در این حمله 2 محافظ این فرمانده طالبان زخمی شده است. و در پایان، منابع در هرات میگویند که یک مرد از سوی پسرش در این ولایت تیرباران شده است. این مرد امروز پنجشنبه 19 میزان در ولسوالی کشک رباط سنگی با ضرب کلاشنکوف به قتل رسیده است. دلیل این رویداد خشونت‌های خانوادگی نمان شده است. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.